قوه قضاییه نرخ‌های جدید دیگر را اعلام کرد. بر اساس ابلاغیه دستگاه قضایی که قرار بود از 16 خرداد اعمال بشه، دیه کامل 90 میلیون تومان تعیین شده بود که در ماه‌های حرام به 120 میلیون تومان می‌رسید. پس از ابلاغ نرخ‌های جدید دیه، رئیس کل بیمه مرکزی جز اولین کسایی بود که با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار توقف اعمال نرخ‌های جدید دیه شد. محمد جواد فرشباف ماهریان ایجاد جو روانی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزایش تعداد افرادی که قادر به پرداخت دیه نیستند، ایجاد مشکلات مالی جدی برای دارندگان وسایل نقلیه، افزایش تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، افزایش تقلب و حوادث رانندگی ساختگی، افزایش تعهدات مالی شرکت‌های بیمه و نهایتاً ورشکستگی شرکت‌های بیمه رو از دلایلی دونست که اعمال نرخ‌های جدید دیه رو غیر ممکن می‌کنه. هرچند یکی از دلایل افزایش نرخ دیه بالا رفتن قیمت شتر اعلام شده، ولی هستن افرادی که اصل افزایش قیمت شتر رو تا این حد قبول ندارن. شترها رو چیکار کردن؟ ایربک بهشون زدن؟ سیستم روشون بستن؟ جای شتر شده فلانقدر؟ شاید واحد شمارش این حیوان هم مثل ما نفره، ولی برای اینکه خونبهای کامل یه انسان بشن باید 100 نفرشون ردیف بشن. درسته که ایربگ و ABS ندارن، ولی ما هم باید بهتر رانندگی کنیم. بیایید اول منی که میخوام راننده بشم به هم رانندگی رو یاد بدید. نکنید کاری که تو اتوبان آقا وایس موز بفروشه دنده عقب بیاد بره تو جای دیگه. توی این مبلغ خسارت در هر حادثه چنده؟ بله، ببینید نوشته غرامت فوت و نقص عضو یا هزینه پزشکی برای هر نفر 600 میلیون یورو. الان همین الان 400 تومن حق بیمه میشه، یا بشه 90 تومن که خیلی بیشتر از اینا ما باید پول بدیم. حالا برای همین یه بر کاغذ جمع و جور که کلی هزینه روی دست صاحبش گذاشته تا توی جیبش جا بشه، اگه قرار باشه نتونه تامین کننده دیه کامل باشه، نه تنها مایه آرامش نیست، بلکه مایه ترس و دلهوره هم خواهد بود. از یه لحاظی من فکر میکنم منفعت داره، چه به اصطلاح راننده ها با احتیاط بیشتری رانندگی میکنن، از یه لحاظ هم نه. منی که مثلا الان 9 ماه وقت بیمه مونده بخوام برم تغییر بدم، باید 70% بیمه رو یه بار دیگه پرداخت کنم. در هر حال فعلا با دستور رئیس قوه قضاییه اجرای قانون جدید نرخ دیه که قرار بود از 16 خرداد عملی بشه متوقف شد. با توجه به مشکلاتی که ممکن مطرح بشه به یک جمع‌بندی مناسب انشاءالله برسیم و این نرخ اعلام بشه. فعلا بنا شده است که این نرخ اعلام شده به تعویق بیفته تا زمان مناسب که انشاءالله اعلام خواهد شد. درسته که افزایش نرخ دیه فعلا متوقف شده، اما برای راننده هایی که به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی احترام بذارن و درست استفاده کردن از خودرو رو بلد باشن، شاید این افزایش چندان مهم نباشه. دارابی، خبرنگار شبکه خبر.